بگذار برسانمت نوشته محمد رضا گودرزی قسمت دوم علی آقا گنگاهی میگوید آقا مفته با این پولی که شما دارید این دروبر جایی بهتر از این پیدا نمی کنید دنج و بی سر و صداست البته یک کم قدیمیه ولی همه جور امکاناتی داره به زنم نگاه میکنم زنم میگه میشه بریم اونجا رو ببینیم بونگایی میگه البته بفرمایید در بونگا قف میکنه و جلو میفته از کوچه های تنگ و خونه های قدیمی میگذریم تک و توک میون خونه ها آپارتمان های سه چهار طبقه هم دیده میشه جلوی خونه ای آجوری میرسیم که دری چوبی داره در خونه بغلی بازه و پیرزنی دم درش نشسته ما رو که میبینه نجاش بلند میشه و به ما خیره میشه سلام میکنم جواب نمیده فقط پشت سر هم ابروهاش رو بالا میبره نمیدونم منظورش چیه انگار میگه نه بنگایی به اون میگه نصرت خانم باز که دم در نشستی پیرزن به او اخ میکنه و میره تو و در رو میبنده بنگاهی کلید میندازه در باز میکنه و میریم تو حیات آجر فرش و حوز سیمانی آبی رنگش بزرگ است سمت راست بغل دیوار به جای درخت یا گل و گیاه چند پیت و چند جعبه خالی میوه دیده میشه گوشه ی حیات مستراح و همومم کنارش برای ورود به اتاقا باید چهار پله بالا بریم بغل پله ها چهار پله دیگر رو به پایین میره و به زیر زمین میخوره اول به زیر زمین میریم جادار و نیمه تاریکه لامپ کم نور و خاک گرفته ای اونجا رو روشن کرده پر از تکه پاره های روزنامه زرد شده و مقوای پاره است یه لحظه فکر میکنم کسی اون ته نشسته دقت که میکنم کسی نیست دری دولنگی هم آنجاست که قفل آویز بزرگی روش دیده میشه قفل را لمس میکنم در ناله می میپرسم پشت این در چیه؟ بونگایی میگه نمیدونم سالاس کسی بازش نکرده احتمالا خورد ریزای سابخونه اینجاست چرا اونا رو نمیبره؟ خدا رحمتش کنه اون که نیست بچه هاشم میگن به احترام پدر به اون دست نمیزنن گفتن به مستجران بسپر به این در دست نزنه می رویم بالا اول یک راه روست که هر طرفش یک اتاق است بعد حالی بزرگ که روبروش دو اتاق است سمت چپ حال آشپزخانه است که آن هم در دارد رنگ همه درها قرمز است و چارچوب ها سیاه قرمز تند درها تو ذوق می زند. در اولین فرصت باید مغز پستهیشان کنم به خصوص اینکه رنگها جابجا جا, جا خب اتاقهای تو راه رو مال نیلو و نیما اونها که تو حال هستند مال من و زنم تا برای اولین بار آنطور که زنم دوست داره هر کدوم یه اتاق داشته باشیم پنجره های اون دوتا اتاق رو به حیاته ولی پنجره های اتاق من و زنم به حیات خلوتی باز میشه که سه متر گوده و راه نفوذی هم نداره. نردوانی چوبی آنجاست که سرش لبه یکی از پنجره خواست. ظاهرا با آن از پنجره به حیات خلوت میرن. ولی چرا آدم باید بره اونجا؟ نمیدونم. چون چیزی اونجا نیست جز جعبه بزرگ مستطیل شکلی عین تابوت که از همین بالا هم معلومه زهوارش در رفته در نهایت میپسندیم و به بنگاه برمیگردیم تا قراردادی یک ساله ببندیم کامیون نمیتواند وارد کوچه شود اساس رو دو بار بعد با چرخ دستی از سر کوچه به خانه میآورند اینطوری زمان زیادی میبرد ولی چاره ای نیست خودمان هم وسایل کوچکتر را با دست به خانه می آوریم. در این رفت آمد ها پیرمردی که عصا در دست دارد و تمام بدنش میلرزد از خانه روبرویی بیرون می آید. نگاه هم می کند و می گوید به علی آقا سلام برسون و به خانه بر می گردد. علی آقا دیگر کیست؟ پیرمرد صبر نمی کند با او حرفی بزنه. انگار وظیفه داشته بیرون بیاید و این حرف را بزند و برود. تا دوازده شب همش در جنب و جوشیم نه صبح شروع کردیم ولی هنوز اغلب وسایل پخش و پلاست فقط وسایل اصلی و بزرگ سر جای خودشونه نیما و نیلو مدام غور میزنن حال آنها و زنم هر کدام تو اتاقهای خودشون هستند و وسایلشون رو جابجا جا میکنن روی مبلی که هنوز وسط حال است نشینم یک باره مردی با رنگ و روی به شدت پریده و چشمانی خون گرفته از جلوم رد میشه. آن که نگاهم کنه میگه سلام و به آشپزخانه میره. دنبالش میروم. کسی در آشپزخانه نیست. یعنی چه؟ زیر ظرفشویی داخل کابینتا و حتی داخل قندان را هم نگاه میکنم. خبری نیست. برمیگردم به حال. ساکت می نشینم و گردنم را این طرف آن طرف می چرخانم. چشمم به سخت می افتد. خیلی دود گرفته و کثیف است. چارپای فلزی هنوز گوشه حال است. از آشپزخانه دستمال مرتوبی می آورم و روی چهارپایه می روم. در همین موقع روی سقف گوشه حال همان مردم می بینم که چهار دست و پا به صف چسبیده و نگاه هم می کنه. دستم به سقف نمی رسد. می گویم اگه زحمتی نیست تا اونجا هستیم با این دستمال دستیم به سخت بکشید. با صدای زنگدار و بلند طوری که در حال ترین می اندازد می گوید، اومدیم به دقه بشینیم ها. به در اتاق زنم که روبرومه نگاه می کنم. خبری ازش نمیشه. خوب است. پس صدا رو نشنیده. میگم خب ولش کنید. دست و پای خودتون که اونجا نشستید کثیف میشه. قیبش میزنه جای دستا و پاهاش روی سخت مونده سریع به اتاق زنم میرم سرش گرم پر کردن کشوها و کموداست میگم اتاق منم ریخت و پاشه بمونه برای فردا من امشب تو حال میخوابم میگه هر جو راحتی بعد خیره خیره نگاه میکنه میگه چت شده حالتت عادی نیست میگم چیزی نیست خستم و به حال برمیگردم. یه طرف مبل سه نفره وسط حال رو میگیرم تا بکشمش کنار دیوار رو روش بخوابم. خیلی سنگینه. جام عوض میکنم و از کنار حلش میدم. صدای خراشیده شدن پایه مبل روی کف سیمانی بلند میشه. مرد جلوم ظاهر میشه. حالا خوب قیافش پیداست. به نظرم خیلی پیره. لابلای چروک صورتش رگه های خون و کپک دیده میشه. با همون صدای زنگدار میگه اون طرفشو بگیرم ببینم اگه گذاشتی نیم ساعت راحت باشیم دو نفری مبل و بلند میکنیم و به دیوار میچسبونیم. صدای مهیبی از سخت بلند میشه. نگاه میکنم ترک خورده و هر لحظه ترکش بیشتر میشه. میگه وای مولوک اومد من رفتم. و غیبش میزنه. در این لحظه قاب هایی که هنوز فرصت نکرده این به کوبیمشان به دیوار از کف زمین بلند میشن و تو هوا میستن. می سرویس پارچ و لیوان کریستالمون هم همینطور. بعد از جا کنده میشم و میخورم به دیوار و کف حال میفتن. پیرزنی که دست نداره وسط حال جلو میستاده و با اخ نگاه میکنه. نگاه چشماش توی دل آدم رو خالی میکنه پارچ درست کنار شونشه میگم بپا با صدای خشک و زنگدار میگه این علی زلیل مرده رو ندیدی؟ صدام در نمیاد فقط سر تکام میدن هوا را بو میکشد و میگوید تازه اینجا بوده بعد اطراف رو نگاه میکنه و نگاهش ثابت میمونه روی کناره مب و میگه جای دستش اونجا مونده نکنه همین جاها قایم شده چند بار سرم و بالا پایی میکنه میگه گول زبون چرم و نرمشو نخور ببین دستام و زندگی با این آدم بیشعور به این حال روزر در رو اینقدر به شور بساب کردم که هیچ چیزی ازشون نموند راستی دختر که نداری؟ چرا؟ یکی دارم چند سالشه؟ هیجده چطور مگه؟ وای، بیچاره شدی و قیبش میزنه کریستال ها و قابعکس ها آرام پایین میآیند و سر جای خودشان قرار میگیرند در همین زمان صدای نیلو را میشنوم که مدام میگوید ددی؟ مامی؟ این عشق انگلیسی حرف زدنش جان مرا گرفته به اون طرف میرم زنم هم از اتاقش بیرون میاد و میگه تو هم شنیدی؟ سر تکان میدم و هر دو به طرف اتاق نیلو میریم. هر قد دستگیره رو فشار میدیم در باز نمیشه. صداهای نامفهومی از تو شنیده میشه. با شانه به در میکوبم. بی نتیجه است. زنم میگه برو کنار. بعد با یه لگت در رو باز میکنه. اما پاش در شکستگی درگیر میکنه و از اون طرف میزنه بیرون. همینطور لیلی کنان به من نگاه میکنه سعی میکنم پاشو درارم چنان سرگرم پاش میشم که اصلا یادم بیره چرا به اونجا آمدیم یه بار که یکی از این لگدا شکم من زد چارده روز بیمارستان خوابیدم دکترها میگفتن احتمالا جای مدت و رودت عوض شده در این لحظه نیلو باد داد میزنه ددی نگاهش میکنم نیمتری تختش روی هوا نشسته رنگش عین میته از حالت نگاش میترسم زنم و همونطور پادر در ول میکنم و اصلی را بر میدارم زیر نیلو میذارم مبادا از آن بالا بیفته و میگم دختر اون بالا رفتی چیکار؟ کار؟ بسلم سر رفته بود ددی یک کاپوچینو برام میاری؟ از دست شما خانما آخه این وقت شب تو این هیروویر کاپوچینوم کجا بوده؟ میخندد. بعد تنین خندهش عوض میشود و با صدای مردانه میگوید کم حرف بزن. برو کاپیچونو برام بیار. زنم به شونم میزنه میگه برو براش درست کن. من پیشش هستم. سر میگردانم. زنم کنارم ایستاده نمیدانم چطور پاش رو در آورده. میخوام برم که یک باره شیشه پنجره خرد می شود و باد تندی توی اتاق می پیچن. حالا پیرزن وسط اتاق ایستاده و رو به نیلو میگه که صافت تا حسابی خدمتت نرسیدم از تو اون دختره گم شو بره بیرون کور خوندی اینجا جام راحته میدونی که تا اینجا هستم هیچ غلطی نمیتونی بکنی میبینیم علی آقا آه. این خط تو اینم نشون یه بلایی سرت بیارم اون سرش ناپیدا بعد رو به زنم میکنه و میگه اسپری زیر بغل دارید به بوی اسپری زیر بغل حساسیت داره ولی تاثیرش موقتیه خاک بر سر هنوز از منکرات هم میترسه اگه زنگ بزنید صد و ده قایم میشه ولی چاره قطعی کارش احضار روح مادرش بیگم خانمه شکایتشو که به او بکنید گوششو میپیچونه و میبره تو تابوت حیات خلوت زندانیش میکنه من اینجام هر وقت کاری داشتید خودمو میرسونم و ناپدید میشود در این لحظه نیما وارد میشود نگاهی به نیلو میاندازد و میگوید اونقدر بهش رو دادید که اد در و دیوار بالا میره چقدر گفتم نذارید وقت و بی وقت پارتی بره فکر میکنید اینجور چیزا رو کجا یاد گرفته؟ صدای مردانه نیلو تو اتاق میپیچه تو یکی دیگه زر نزن دست میگذارم روی شانه نیما میگویم بیا بریم مقصر مامانته زنم میگه کم حرف بزن برو که از اون اسپریار مرا بیار فعلا بهتر پای پلیس به این ماجرا باز نشه تو حال همه ماجرا رو برای نیما تعریف میکنم و میگم تو اینترنت بگرد ببین میتونی کسی که روح حساب میکنه پیدا کنی میگه اینترنت نمیخواد کار کار مادر بزرگه نمیبینی وقتی پیله میکنه ارواح هفت جد دادم و جلو چشش میاره پا خودت فردا یه زنگی بهش بزن روی تو رو زمین نمیندازه او به اتاقش میره و منم اسپری زنم رو میبرم زنم رو به نیلو آنو میپاشه صدای مردانه نره میکشه اه اه ای بر پدرتون و پشت سر هم عدسه میکنه بعد زنم از جا کنده میشه به دیوار میخوره و همینجا به دیوار میچسبه نیلو هم میره به دورترین گوشه سقف. چهار دست و پا میچسبه و همینطور گوشی و رژ و شیشه عطر که به سمت من کمانه میکنه جا خالی میدم و از اتاق در میرم نمیدونم کی و چطور از شدت خستگی تو حال تا صبح خوابم میبره از سر و صدای ظرف و ظروف بیدار میشم و به آشپس خونه میرم زنم معلوم نیست دنبال چی میگرده میپرسم چه خبر دیشب بالاخره چه کار کردی هیچ کار همون زمان که آقا راحت برای خودشون تو حال خوابیده بودند من تا صبح چسبیده به دیوار چرت میزدم الان هم نیلو خانم اول صبحی حوث چیپس کرده که تونستم بیام بیرون. بهتر دیگه تا مامانت نیمده تو اتاق نیلو نری. فکر نمی کنم خود نیلو هم از اون اتاق بیرون بیاد. مامانم؟ چرا اون؟ با نیما که درباره احضار رو حرف می زدم مامانتو پیشنهاد کرد. ببین دست از سر اون بیچاره بر می دارید. چی کارش کردیم؟ ازش کمک میخوایم دیگه حرفی نمیزنه نزدیک ظهر که نیما از خواب بلند میشه و برای خوردن صبحانه از اتاقش بیرون میاد میگم یادت نره به مادر بزرگ زنگ بزنی زنم میگه الان نزن مامان تازگی ها خواب شده شبا تا پنج صبح بیدار و پنج صبح تا پنج عصر میخوابه پس خوب کسی رو پیدا کردیم ساعت کارش با ساعت کار ارواح میخونه نیما جان پنج به بعد زنگ بزن بیمزه هوا رو به تاریکی میره که در میزنن نیما میره در رو باز میکنه از جلوی ورودی اتاقها به حیات نگاه میکنن همه جا رو مه گرفته نیما و مادرزنم از تو مه بیرون میان صورت مادرزنم زیر چادر خوب پیدا نیست هیکل تنومندش در آن چادر سیاه و مه هیبتی خاص دارد تا وارد سالن می شود قبل از جواب دادن به سلام ما چادرش را به زنم می دهد و میگوید: گوید بیا اینو بگیر آویزون کن وای که چقدر خسته شدم دو ساعت تو راهم اینجا هم جا سجاره کردید یک ساعتی طول می کشد تا با نیما زیر زمین را تمیز کنیم و میزن نهارخوری را با چهار صندلی ببریم آنجا. بعد می نشینیم کف حال شام می خوریم. هر بار که صدای جیغ یا خنده های نیلو شنیده می شود مادر زنم با اخ به من نگاه می کنه. نمی دانم منظورش چیست. بعد چهار نفری میریم زیر زمین. در آن نور کم دور میز می نشینیم. دست همدیگر رو می گیریم و چشمان رو می بندیم. مادر زنم به زبانی آمیخته با آذری و لاتین جمره هایی رو بلند بلند میگه. لامپ روشن خاموش میشه و باد تندی میوزه. دری که تو زیر زمینه مدام میلرزه و قفل آوی صدا میده. بعد فریادهایی را میشنویم که از پشت در شنیده میشه. در این لحظه صدای خنده نیلو تو زیر زمین میپیچه. نگاه میکنم. چسبیده به سقف نزدیک آن در دولنگه سرش رو 180 درجه چرخونده و به تک تک ما نگاه میکنه و میخنده. رنگینه چشماش مدام در هدقه میچرخد. مادرزنم همچنان جمله هاشو تکرار میکنه. حالا نیلو داد میزنه و از همان بالا استفراغ میکنه. بوی عشیمشی و چیتوز همه جا میپیچه. میستکون میخوره و از جا کنده میشه. مادر زنم میگه واخ واخ. و همانطور با صندلی اجاش بلند میشه و تو هوا میمونه. زنم داد میزنه وای مامانم مامانم جواد بیارش پایین. از پشت آن در زنی فریاد میزند بل این در رو باز کنید من چطوری بیام بیرون؟ من و نیما همون جور سر جامون میخکوب شدیم. زنم یه بند گریه میکنه و مامان مامان میگه. اما یه قدم جلو نمیره. بعد دودی از دهان نیلو بیرون میاد و وارد دهان مادرزنم میشه. در این لحظه سر و کله پیرزن پیدا میشه. به من میگه اون سنجاقی رو که جلو پات افتاده بردار و به پیراهن مادرزنت وصل کن. اونو بر میدارن. دست راز میکنم و به پایین دامنش که تو هوا از صندلی آویزونه میچسبونم. حالا نیلو روی زمین افتاده و گریه میکنه. رنگ روش عادی شده ولی مادر زنم به سقف چسبیده و بلند بلند میخنده. صندلی خالیش تو هوا تکون میخوره. بلند میشم و با نیما زیر بغل نیلو رو میگیریم. زنم از جا تکون نمیخوره. دستشو میگیرم و میکشم. میگه بیره آخه کمر مامانم درد میکنه. اگه از اون بالا بیفته چی؟ میگم انشالله که نمیفته. بعد با نیلو و نیما به طرف در میریم به اونجا که میرسیم میگم خانم اگه نمیایی در رو قفل کنم زنم رو به مادرش میگه همونجا بشین الان برات چای میارم و پشت سر ما بیرون میاد و در رو قفل میکنه وارد حال که میشیم پیرزن رو اونجا میبینم میگه یادم رفته بود که بهتون بگم بگم خانم پشت اون دره و باید اول در رو باز کنی حالا ایبی نداره خب خوب جسمی گیره این علی زلیل مرده افتاده با اون سنجاقی که به لباس مادر زنتون وز کردید تا زنده است علی نمیتونه بدن او بیرون بیاد فقط بهتره در زیر زمین و تا اینجا هستید باز نکنید و میخندد و ناپدید میشود به زنم میگم شنیدی چی گفت؟ با بغض میگه آخه گرسنه و تشنه با اون کمردردی که داره بمیرم براش میگم چشم به هم بزنی یه سال تموم شده موقعی تموم شدن قراردادمون وقتی اسباب کشیمون تموم شد یهو یه در رو به روش باز میکنیم و در میریم باز میزنه زیر گریه و میگه آخه تو هم آدمی؟ تفلک مامان حالا نیلو دست انداخته دور گردن منه و پشت سر هم میگه I love you daddy I love you daddy سامورایی مدتی است داستانی ذهنم را درگیر کرده و راحت هم نمیگذارد موضوعش در عین سادگی و پیش پا افتادگی اهمیت زیادی دارد و درباره یکی از اعمال ناخوشایند ولی اجتناب ناپذیر بشری است که معمولا کسی جرأت پرداختن به آن را ندارد خودکار برمیدارم و شروع میکنم همیشه اول با خودکار مینویسم و بعد آن را تایپ میکنم در اجرای اول خطوط کلی داستان یا مسئله آن را می نویسم. بعد به جزئیات می پردازم. حمید دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک اتمی است و دقدقه انجام دادن کاری را دارد تا اسمش را در تاریخ ثبت کند. ولی چیزی که این روزها ذهنش را بجور به خود مشغول کرده زرته های پدرش فتولا است. البته این عمل پدر کاری تازه نیست و حمید از بچگی شاهد آن بوده ولی بعد از بازنشسته شدن پدر این کار از نظر کمی و کیفی شدت گرفته طوری که دم به ساعت هر جا که پدر باشد از آشپزخانه گرفته تا پذیرایی و دستشویی و تا خواب مدام گرم گرم بهش بلند است که بسته به غذایی که خورده بیبو کمبو یا بعد بوست از آنجا که پدر به ارواح گذشتگانشان قسم میخورد که قادر به کنترل خودش نیست مادر یا همان سکینه خانم تا اطلاع ثانوی اعلام کرده که از پذیرش میهمان دوست و آشنا معذور است بدتر از همه نصف شب هاست بارها حمید گیج و منگ از خواب پریده و فکر کرده کامیون به خانهشون که سر نبشه حسابت کرده یا بمبی در آن اطراف منفجر شده یا سخت پایین اومده بنا به درد دل سکین خانم برای حمید این بابات تو خواب هم طوری با دل و جان زرته در میکنه که انگار خواب نیست و از قصد این کارو میکنه و اگر نه تو خواب که بدن شله آدم دیگه قبل از زرته نفسش تو سینه حبس نمیکنه در این لحظه زنم با سینی چای وارد می شود. آن را روی اصلی می گذرد و می پرسد. نقد می نویسی یا داستان؟ میگم چطور مگه؟ هیچی همینطوری. نگاش می کنم تا از حالت صورتش منظورش را بفهمم. گیج می شدم. از آن مواردی که آدم نمی تواند انگیزش را بفهمد. می گویم البته میدانم که داستان تا حالا دردی از آدم دوا نکرده. ولی چاره ای نیست مدتی است داستانی ذهنم و بدجور درگیر کرده و تا ننویسمش راحت نمی شدم. حرفی نمی زند و از اتاق می رود. چند دقیقه مکس می کنم تا تمرکز کنم. بعد نوشتن داستان را ادامه می دهم. یک بار حمید و سکینه خانم تصمیم گرفتن فتولا را ببرند دکتر. ولی قبول نکرد. میگفت گفت زرته نشانه مردانگی است چه معنی دارد براش پیش دکتر برم خدا بیامرزم هر وقت زرت میزد جوری نگاهمو میکرد که انگار قله دوابر رو کرده و انتظار داشت تشویقش کنیم یا حداقل بهش لبخند بزنیم حالا شما نمک نشناسا شاکی هم میشید وقتشه که سیگاری بکشم و فکر کنم که داستان رو چطور ادامه بدن. به چند سطری توصیف و توضیح علمی نیاز دارم که طبق آن حمید به این نتیجه برسد که زرته هم نوعی گاز است و می توان از این منبع گازی بی پایان استفاده بهینه به عمل آورد و با فراهم آوردن ابزاری خاص این گازها را کانالیزه کرد و از آن برای پر کردن کپسول گاز پیکنیکی استفاده کرد. به نظر حمید این کار چند حس دارد. اول اینکه اگر انجام شود تزی می شود برای کشفی علمی و ثبت کردن آن به نام خودش دوم در مصرف گاز جویی می شود و به اقتصاد خانواده کمک می کند مگر نه اینکه روز به روز شرکت گاز بهای گاز مصرفی را بالاتر می برد سوم در صورت اجرایی شدن در سطحی گسترده می تواند به اقتصاد کشور هم کمک کند چهارم از اطلاف این انرژی جلوگیری می کند تا بیخود هدر نرود. پنجم از آلوده شدن هوای خانه جلوگیری می کند. ششم به بهداشت روانی او و مادرش کمک می کند. چون هر بار با هر زرته او و سکین خانم از جا می پریدن و اغلب موهای ساعد و سر حمید سیخ میشد. قدم بعد تعیین راوی داستان است. چه کسی بهتر از داستان را رو روایت کند؟ حمید، فتولا یا سکین خانم؟ راوی نمایشی چه؟ ولی در نهایت به این نتیجه میرسم که راوی سوم شخص محدود به ذهن حمید باشد. مسئله بعد شروع داستان است. از کجا آن را شروع کنم؟ وقتی حمید در دانشگاه سر کلاس است اما فکرش پیش این قضیه است یا وقتی تو خیابان دارن با لیلا دوستش قدم میزنن یا زمانی که در خانه درس میخواند سومی بهتر است می نویسم حمید پشت میز نشسته است روبروش کتاب منشأ حیات قرار دارد همانطور که میخواند گاهی چیزهایی هم توی دفترش می نویسد مکس می کنم دفتر واژه‌ای کلی نیست چطور دفتری صد برگ شست برگ جلدش مقوایی یا مشمایی چه طرحی روی جلد دفتر است اصلا بهتر نیست به جای دفتر بنویسم برگه های کلاسور بعد وضعیت ظاهری حمید چجور است لاغر توپل قد بلند متوسط موهای سرش چی رنگ چشا عینک میزنه یا نه چجور لباسهایی میپوشه فتولا چه شکلیه؟ سکین خانمم چند ساله خانه دارند یا آپارتمان؟ اتاقش چند متری و دیواراش چرنگی؟ میزش چوبی یا فلزی؟ ای بابا، ول نباید خودم رو درگیر این جزئیات کنم. داستان من ماجرای زرته های آقا فتولا است و گره اصلیش پیدا کردن راهی است که حمید بتونه نقشش رو اجرا کنه. برمیگردم به حمید که پشت میز نشسته و منشأ حیات میخواند یک باره صدایی مثل برخورد توپ تنیس به کمدی چوبی از جا میپراندش بهتر از بنویسم کمد چوبی خالی چون وقتی کمد خالی باشه صدا بیشتر میپیچه حمید به پذیرایی میره ساعت نه شبه پدر یه وری جلوی تلویزیون دراز کشیده و هفت سامورایی رو می بینه. حمید همونجا میایسته و به فتولا خیره میمونه. فتولا همچنان محف فیلمه. سکین خانم تو آشپزخونه ظرف میشوره. حمید صرفه میکنه تا توجه پدر رو جلب کنه. فتولا همونطور که رو به تلویزیونه میگه سرصدا نکن. بذار فیلمم رو ببینم. بعد مکسی میکنه و میگه اگه ژاپنی بودم حتما سامورایی میشدم. حمید میگه الان هستی ولی شمشیرت بادیه فتولا میگه میشه برگردی به اتاقت حمید به سکینه خانم نگاه میکنه سکینه خانم سر تکون میده حمید به او اشاره میکنه بیا چند دقیقه بعد سکینه خانم به اتاق حمید میره حمید میگه برای زرتهای بابا نقشه ای کشیدم ولی نمیدونم قبول میکنه یا نه چه نقشه ای؟ حمید ایدهش رو برای مادر شهر میده سکینه خانم میگه والا مگه میشه چطوری؟ حمید میگه طبق تحقیقاتی که کردم این کار شدنیه اول باید قیف نرمی پیدا کنم یا سفارش بدم که قالب باسن بابا باشه یعنی کاملا روی باسنش بشینه تحقیف و با شلنگ به مخزنی وصل میکنم مخزنی اتومات و سبک وزن که هر وقت از گاز پر شد چراغش روشن شد. اون وقت مخزن رو باز میکنم و گازهاش رو توی کپسول گاز پیکنیکی منتقل میکنم. سکینه خانم که از نهست سوادآموزی آموزی مدرک کارشناسی شیمی عالی گرفته میگه خب پسرم چرا مستقیم شیلنگ رو به جای مخزن به کپسول بست این اینطوری دیگه به مخزن هم احتیاج نداری؟ مادر من این کار دو دلیل داره اول اینکه بابا نمیتونه کپسول به اون سنگینی رو با خودش این طرف آن طرف بکشه ولی چون مخزن خیلی سباکه میتونه اون رو دور گردنش بندازه دوم این کار خطرناکه هر لحظه ممکنه شلنگ نشتی داشته باشه و آتیسوزی بشه اما مخزن مثل سنسور عمل میکنه و اگه شلنگ نشتی داشته باشه آژیر میکشه حمید مکسی میکنه و نفسی میگیره تا اگر مادرش سوالی داشت جواب بده. سکوت مادر باعث میشه ادامه بده. البته حداقل دو مخزن و دو کپسول لازم داریم که تا آن یکی خالی میشه بعدی پرشه. بعد دو دستشو به هم میکوبه و با صدای بلندی میگه با این حساب دیگه برای پخت و پز از گاز شهری چی؟ استفاده نمیکنیم. سکین خانم دست میزنه اما دقیقه بعد اخ میکنه میگه اما چطور میشه فتولا رو راضی کرد که با قیف چسبیده به باسنش تو اتاق این ور اون ور بره حمید میگه این دیگه وظیفه شماست مطمئنم و پسش بر می مثلا خودتون خوب میدونید مهمترین نقطه ضعف بابا پوله اگه بحث صرف جویی مطرح شه ممکنه کوتا بیاد من که نمیدونم چه کار کنم سعی کن نرنم رازیش راضیش کنی منم کمکت میکنم قدم بعدی که وظیفه من است جور کردن وسایل کار است سکین خانم به جای نامعلوم خیره میشه بعد از اتاق بیرون میره مهره های گردنم درد گرفته بلند میشم و میرم پذیرایی زنم کتاب میخونه منو که میبینه کتابشو میبنده و میپرسه تموم شد؟ نه هنوز خسته شدم حالا داستان درباره چی هست؟ همین موقع دخترم از اتاقش بیرون میاد و سلام میکنه وقتی سلام میکنه یعنی با هم کار داره منتظر میشم خودش سر حرف رو باز کنه میگه یک گوشی های جدیدی اومده ما ما نمیدونی چه امکاناتی داره میگم تو که شیش ماه پیش گوشی نو خریدی بابا میخوام آخه گوشی من از گوشی های همه دوستام بیارزه تره گوشی مگه آدمه که بیارزه باشه تو داستان نویسی به این حرف تو میگن جان و کار خوبی نیست به من چه؟ اصلا گوشی من خر است نمیخواهمش باشه طلب کارگاه داستانمو که گرفتم میرم برات میخرم زنم میگه داشتی درباره داستانت میگفتی؟ مسئله داستان رو براش تعریف میکنم لب بر میچین و میگه این هم شد ایده این همه موضوع مهم و ارزشمند بشری هست اون وقت تو رفتی درباره باد روده داستان نوشتی؟ اخمای دخترم تو همه بهش لبخند میزنم میگه بابا شد یه بار داستانی عاشقانه یا اجتماعی بنویسی؟ آخه من چطور این داستان رو برای دوستام نشون بدم؟ به این کار تو هم حتما میگم بادپنداری عجب کرخر حاضر جوابیه نگاش میکنم و لبخند میزنم چرخی میزنه و به اتاقش میره و در و محکم میبنده زنم میگه نمیدونم این موضوع های مزخرف از کجا به ذهنت میرسه مزخرف؟ عجب حرفی زدی ها این موضوع از مهمترین مسائل بشریه که همه آنو نادیده میگیرن و سرکوبش میکنن در صورتی که انسان تو همه عمرش با اون درگیره تو واقعا فکر میکنی انسانای بزرگ مثل فلاسفه، دانشمندان، رؤسا و وزرا بادروده ندارن؟ خود در خونه شون زرته در نمیکنن؟ انسان از بد به پیدایش با این مسئله درگیر بود و صداشو در نیورده میتونم تجسم کنم اولین باری که انسان با این عمل مواجه شد چه کار کرد؟ از جا پرید و گردنشو چرخوند و به پشتش نگاه کرد و گفت کی بود؟ خاک بر سرت انگار اصلا معنی رو که از ادب گرفته شده نمیدونی؟ آخه نوشتن درباره باد روده هم شد ادبیات واقعیت سنگ بنای ادبیات است زرته هم جز و اساسی ترین واقعیات بشری است بی خود نیست که شاعر گفته نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون در می رود مفرح ذات خودت می دونی من برای این گفتم که این چهار پنج هنرجویی هم که داری با این جور داستانات فراری ندی کتابشو بر می داره و مشغول خوندم میشه به اتاقم برمیگردم باید هر جور شده تمامش کنم. خودکار را بر می دارم و دنباله داستان را می نویسن. فردای آن روز حمید با زرته های پدرش بیدار می شود. فتولا در پذیرایی قدم می زند. سکین خانم به حمید چشمک می زند. پس مذاکرات شبانه با موفقیت صورت گرفته. فتولا می استد و به حمید نگاه می کند و می گوید شنیدم فکری برای صرف جویی در مصرف گاز داری. حمید میگه فقط بحث صرف جویی نیست میتونه تزی هم برای کار دانشگاهی باشه اگه آزمایش خوب پیش بره همگانی میشه ما رو به پول و پله میرسونه این منبع بی پایان در هر خانه پیدا میشه و اگه ما موفق شیم مطمئنا مردم هم از این روش استقبال میکنن حتما ریز موضوع رو مامان براتون توضیح داده بله ولی سختی کار اونجاست که من باید با اون قیف کذایی تو خونه این ور اون ور برم میتونه متحرک هم باشه یعنی قیف و با کشی پهن و دلایه به بدنت بچسبونیم هر وقت احساس کردی خبری از خروج باد نیست اونو باز کنی پسر انگار خیلی پرتی مگه باد از آدم اجازه میگیره یا قبلش خبر میکنه باد ناقافل نشنیدی سکینه خانم میگه وا یعنی تو قبلش نمیفهمی که باد داری اگه میشه زنم باز می و باز میکنه و مجموعه داستانی از نویسندگان آمریکایی که در نیویورکر چاپ شده جلو میذاره و میگه بفرما بخون ببین کدومشون از این موضوعای سخیف استفاده کردن تو مسئولیت اجتماعی داری و داستانات باید شعونات خانواده رو هم حفظ کنه تو محل همه میدونن تو نویسنده ای فامیل همینطور اون وقت اگر اینجور داستانی ازت بخوانند نمیگن حتما از خانواده یا دوروبری های خودش الهام گرفته سخنرانیتون تموم شد بزار هر پرت و پلایی که میخوام بگن من که نباید دور, بیفتم بی و به هر گوسفندی توضیح بدم داستان یعنی چه و ارتباطش با واقعیت چطوره؟ نه خدایی خودت بگو خجالت نمیکشی از این جور چیزا می نویسی؟ مگه ژان پل درباره چی رو نوشته؟ استفراغ چرا حال کسی به هم نمیخوره؟ وقتی تو اهمیت موضوع رو درک نمی کنی من چه توضیح میتونم بدم؟ تو رو به روی پدرت برو بذار داستان او بنویسم باشه به جهنم مرا بگو که دلم برای کی میسوزه خودت هم بیا جواب دخترتو بده داره تو اتاقش از دست تو ترس از آبروش عشق میریزه بابا اگه سانسور داخلی ولم کرد زنم شانه بالا انداخت و رفت بروم دنبال نوشتن داستان حمید به دکانی می رود که قالب های پلاستیکی می سازند و سفارش قیفی لاستیکی میدهد و مشخصاتش را میگوید صاحب دکان می گوید برای ساختن یک قیف این شکلی کلی باید هزینه کنی چون وقتی صرف دارد که آدم دهها قطعه از آن بسازد حرفی نیست شما بسازید بعد به خانه برمیگردد و به انباریشان میرود و پیچ کپسول گاز پیکنیکیشان را باز میکند تا گازش تخلیه شود ولی این نگرانی را دارد که آیا این کپسول جواب میدهد یا باید سفارش کپسول مخصوص بدهد چرا که گاز مایه با گاز گازی فرق داره خودمونیم عجب ترکیبی پیدا کردم گاز گازی بالاخره حمید به خودش میگوید که اگر به مشکل خوردم باید چند سیسی گاز متان یا گاز پروپان به کپسول حاوی گازهای روده پدر تزریق کنم نوبت به مخزن های اتومات میرسد چیزی مثل دیگ بخار کوچک اما با ساز و کاری متفاوت در اینترنت جستجو می کند و مخزنی شبیه به آن را در آزمایشگاه دکتر کلانتری پیدا می کند. آنها از این مخزن برای حبس کردن گازهای فرار ترکیبهای شیمیایی ناپایدار استفاده می آزمایشگاه پایین تر از چهارراه جمهوری است و حمید می رود یک جفت از آن را می خرد. نوشتن را قطع می کنم و فکر می کنم خب حالا بعضی از خوانندگان نکت و سنج نمی گویند اینها که وضع مالیشان خوب نبود پس حمید این پولا را کجا میاره؟ باید پای امو یا دایی پولداری رو بکشم وسط یا دختر پولداری که عاشق حمیده و برای کمک به او همه کاری میکنه. گزینه سوم استفاده از وام مخترعان و مکتشفانه که به کسایی تعلق میگیره که طرحشون رو وزارت صنایع تایید کرده ولی مگه وزارت صنایع به سادگی این طور طرحی رو تصویب میکنه حالا باید پای یکی از دوستان حمید رو به داستان باز کنند پدر این دوست از مدیران ارشد وزارت صنایع دوست حمید به پدرش میگه و او هم سه سوته تاییدیه رو امضا میکنه خب همه این مشکلات تا حدی حل شد حالا احتیاج به پرش زمانی یک ماهی دارم که پس از آن همه چیز آماده شده برای وز کردن قیف به باسن فتولا حمید اول شلنگ شفاف را به مخزن وصل می کنه. بعد میآید و قیف را با کش په به باسن پدرش وصل می کنه. همزمان با کارهای حمید فتولا هی غور میزنه. آخر عمری به چه مصیبتی دچار شدیم؟ فکر میکردیم این سر پیری تو خونه دراز میکشیم و باد راحتی از خودمون در میکنیم ولی انگار اول مشکلاته سکینه خانم میگه قربون پسرم برم که دانشمنده حمید یادداشت میکنه از ساعت سه بعد از ظهر دوشنبه سیوم شهریور 1394 عملیات هدایت و بهینه‌سازی گازهای هدر رونده انسانی شروع میشود حالا صدای زرته ها خفیفتر از قبل به گوش می رسد. در واقع قیف کار صدا کن را انجام می دهد. دو روز و هفت ساعت طول می کشد تا چراغ قرمز مخزن روشن شود. حمید پیش ورودی مخزن را می بندد و مخزن را به کپسول گاز پیکنیکی وصل می کند. بعد پیچ کپسول را باز می کند و بعد از شنیدن صدای خروج گاز کبریتی مقابل خروجی گاز روشن می کند. کپسول پت, پت و تقتقی می کند و روشن می شود. ولی به جای نور سبز و زرد با نور خردلی رنگ چرکی می سوزد. حمید به سکینه خانم می گوید اون مایتابه رو بده ببینم می روی این کپسول نیم روی درست کنیم. سکین خانم مایتابه رو با چهار تا تخم مرغ و بطری روغن مایه میاره. به زودی تخم مرخا به جل ولز بلز می سکین خانم دست میزنه حمید سوت و فتولا بشکن میزنه میگه حالا کو تا شما قدر منو بدونید. ولی کم کم بوی گندی از کپسول منتشر میشه و تو آشپزخونه میپیچه حمید میگه فکر اینجاشو نکرده بودن فکر کنم تنها چارش اینه که از این به بعد بابا باید غذاهای خوشبوی گیاهی بخوره. و قاطی آب گلاب برنوشه فتولا میگه دیگه چی؟ حالا ما شدیم زنبور اصلی که به جای شهد گل شکر به نافش میبندن من گوشت و تخمر خیلی دوست دارم خب فکر کنم بهتر داستان همینجا تمام شه چون مهم ایده حمید برای استفاده از پدیدهی هدر رفته و بهسازی فضای خانه است فرض کنید نتونن زرته را به اوجا گاز وز کنن یا فرض کنید گاهی غذاها بد بوشن چی میشه؟ مگه روحیه فتولا کلی تغییر نکرده حالا اون مدام میگه کاری که باسن بنده انجام میده هفت سامورایی هم و پسش بر نمیان فقط تو این مملکت کسی نیست که حکم سامورایی به آدم بده تو این مرحله کار سخت پیدا کردن ناشری است که این داستان رو چاپ کنه. طبق آخرین خبر از آژانس بین‌المللی ناشران، کلیه داستان‌های کوتاه تا اطلاع ثانوی تحریم شدن. هیچ ناشری حق نداره داستان کوتاه چاپ کنه. وگرنه آژانس بین‌المللی ناشران سهمیه کاغذ آنها را قطع میکنه. هر جا که میرم با جواب منفی روبرو میشم. انگار آه زن و دخترم دامنم و گرفته. فقط میتونم به امید مذاکرات نویسندگان داستان کوتاه و آژانس بین و ناشران یه همان پنج به علاوه پنج باشم. داستان بعدی یکی بود یکی نبود. یکی بود یکی نبود. آی کل خر با هوا رو آلوده کردی؟ میخوای دیگه قصه نگم؟ بار آخرت باشه. خب داشتم میگفتم یکی بود، یکی نبود. حالا تو هم هی مثل خرد دهانتو بجنبون و پوست تقمه رو بریز دور بره. بلنشید، بلنشید. شما رو چه به قصه؟ خیلی خوب، خیلی خوب. اینطور ترش نکنید. یکی بود، یکی نبود. یه خانومی بود به اسم سارا. نه بابا. ربطی به سارای خاله مهینینا نداره. اصلا اسمش مریم بود. خوب شد حالا ببینم میذارید عر کنم یا نه داشتم میگفتم این سارا یا مریم خانم خیلی زحمت کش بود هم تو خانه کار میکرد هم تو شرکت هم به دخترش میرسید که همیشه خدا مریض بود و موقعهایی هم که سالم بود یه جا آروم نمینشست و گوشی تلفن رو به جای پستونک میذاشت دهانش چه ربطی به خواهر تو داره؟ اگه کسی شکل بابات بود بهش میگی بابا میبریش خونه اصلا شبیه همین لیلا خانمه که میبینید همش شستش تو دهنشه درار فلفل میزنم روشا گرفتار شدیم از دست این کره خرا اصلا من رو چی به قصه گفتن بلند شید برید پیش بابا مامانتون که چسبیدن به ورق بازی و شما رو تپوندن اینجا و من رو هم سر کار گذاشتن باشه باشه بشینید حالا من یه چیزی گفتم خب این سارا خانم خودش هم بند خدا خیلی مریض می شود و این قوز بالاغوز بود اینقدر نپرسید و پارا جور تو حرفم ول نکنید بله مادر شوهر این سارا خانم خیلی عوضی بود هر وقت می اومد خونه اونا کارش هی زدن بود شوهر این سارا خانم هم همش سر کار بود و برده مادرش چه گرفتاری شدیم برده یعنی زیر دست یعنی کسی که از کسی خیلی میترسه نه بابا از اینجور ترس ها نه آخه تو زیر دست سوسکی زیاد حرف نزنید گوش کنید بعد یه روز که سارا خانم اعصاب معصاب نداشت معلوم نیست کی کارد آشپزخونه رو داد دستشو او هم به جای هندوونه کرد تو شکم مادر شوهرش. اینطوری فر خون پاشید همه جا خب بابا نپاشید من سیندرلا میندرلا بلد نیستم اگه شلوغ کنید قصه گرگای بچه رو میگم آ بله داشتم میگفتم خوب گوش کنید این قصه ها به درد شما میخوره هر وقت بزرگ شدید و دیگه سر جاتون نشاشیدید باید با مادر شوهرتون یا مادر زنتون بجنگید. نه بابا، هفتیر کجاست؟ البته خوب چیزیه ولی فقط تو فیلم هاست. ساکت، برو زود دستشوی و بیا. دیگه چی؟ عجب دختر ترسوی، خب برو گوشه و اتاق یا همونجا که نشستی کارتو بکن. بعد مامانت شلوارتو عوض میکنه. نه، دعوا نمیکنه نترس بگو دایی گفته ببینید از الان نترسید راحت باشی خب خودتو ول کن دستتو بردار اینجوری خودتو نچست فوقش کمی پات گرم میشه جلو پات خیس بعد یکی مامان تو صدا میزنه اگه تو بازی برده باشه دعوات نمیکنه و شلوار تو عوض میکنه اما اگه باخته باشه فرق نمیکنه شاشیده باشی یا نشاشیده باشی یه جور پدرتو در میاره آها باریکلا ببینید بچه خوب به رضا میگن فقط اون حواسش به, بب... قصد است بله میگفتم به خاطر این کار میخواستن سارا خانم دار بزنن دار زدن اینجوریه یه تناب میندازن دور گردن و خ... تو چرا بغض کردی بزغاله خب گوش کنید اینجاش جالبه سارا خانم و سه چهار نفر و نماینده قاضی نه اون قاضی که مامانت برات درست میکنه تو مدرسه بخوری قاضی یعنی کسی که میگه اینو بکش اونو نکش بعد نیم ساعت معتلی سارا خانمو که یه پارچه کشیدن رو سرش جوری که هیچ جای صورت و چشماش معلوم نیست نه بابا چیزی که مامان تو سرش میکنه اسمش مغنه است تازه مامان تو که مغنه سرش نمیکنه فقط یه چیزی سرش میکنه که پس کلش قلم بشه پارچه سارا خانم اینجوریه ببین وای چرا همه چی تاریک شد و دیگه جایی رو نمیبینم کی بود زرزر کرد از این قصه خوشش نمیاد خب اصلا صبر کنید الان قصه دراکولا رو میگن اون که دندون دراز داره و خونه بچه های لوس میخوره خوب شد؟ ها؟ چرا ریدید به خودتون؟ باشه خیلی خوب داشتم میگفتم که سارا خانم با نماینده قاضی آوردن دم دار ولی یهو چی شد؟ نماینده قاضی عطسه کرد همه سر جوش جاشون وایستادن و با هم گفتن آفیت باشه نماینده گفت سلامت باشید خب مجرم رو ببرید یه روز دیگه بیارید صبر اومد صلاح نیست امروز دارش بزنید آقای محصول گفت ببریدش یه روز دیگه بیاوریدش بردن ولی همون شب مادر شوهر سارا خانم اومد به خواب پسرش و گفت چه فایده داره اونو دار بزنید یه پول قلمبه ازش بگیر تو رامسر زمین بخر ای بابا اگه گذاشتند ور بزنیم سب کن الان میگم بابای سارا خانم وزش خیلی خوب بود و قبول کرد و پول داد و سارا خانم و ادام نکردن دیدی داخلش چه خوب بود سارا خانم سالم و سرحال برگشت خونه و کلاقه به خونهش نرسید بالا رفتیم راست بود پایین اومدیم راست بود قصه ما ماست بود حالا همینجا ساکت بشینید ببینم باز این گوها من رو بازی نمیدن در رو از پشت قفل میکنم کسی بیرون نیاد دراکولا پشت دره تا من برگردم شرط بندی دو قدمی در نیمه باز خانه ای سه طبقه که سردرش پرچم سیاهی قرار داشت سه جوان ایستاده بودند هر سه پیراهن سیاه به تن داشتند روی در آهنی حیات اعلان ترهیمی دیده می شود. روی اعلان عکس پسر جوانی با عینک بود. سه جوان آهسته حرف می زدن و بی صدا می خندیدن. پسرکی چهار پنج ساله که پیراهنی سرخابی به تن داشت به آنها نزدیک شد. یکی از جوانها که سبیل کمپشتی داشت به پسرک نگاه کرد و گفت بیا پیش امو. پسرک لبخند زد و سر جاش ایستاد. انگشت اشارهش تو دهان نیمه بازش بود و سر جاش بالاتنش رو به چپ و راست میچرخوند. جوون گفت بیا اینجا میخوام برات پفک بخرم. پسرک به دو جوان دیگر که اونها هم به او نگاه میکردن نگاه کرد. بعد آهسته به جوان سبیل کمپوش نزدیک شد و با چهار انگشت دست چپش بالای کمربند جوان را نزدیک باسن گرفت. جوان رو به دو جوان دیگر که یکیشان چاق بود و یکیشان چاقتر گفت این آقا میسم ما اوجوبه است جدول ضرب و کامل بلده هنوز انگشت اشاره پسرک تو دهانش بود به زمین نگاه میکرد جوان چاق به پسرک گفت چارش دا چندتا میشه پسرک لبخند زد ولی جواب نداد جوان چاقتر به جوان سبیلکم پشت گفت مرد حسابی ما رو سر کار گذاشتی شرط میبندم نمیدونه دو دوتا چندتا میشه. شرط چی؟ دو پاکت ماربرو. قبول جوان سبیل کمپوش رو کرد به پسرک و گفت: بگو تا برات هم پفک بخرم هم چیپس. پسرک نگاهش کرد و ابرو بالا انداخت. جوان چاختر گفت: من که میگم بلد نیست. پسرک نگاهش کرد و سمت چپ صورتش را به ران جوان سبیل کمپوش چسبان و با چشم راست به جوان نگاه کرد. جوان گفت نالوتی فکر کنم میخوای من رو کنی ها؟ اگه میخوای امرو رو زایه کنی بگو. پسرک صورتش را بیشتر به ران او چسباند. جوان سبیل کمپوش به آسمان نگاه کرده گفت اینم از بعد, بعد در زده یادم. بچه خب بنال پسرک همانطور که صورتش به ران جوان سبیل کمپوش جایی نزدیک باسنش چسبیده بود با کف دست راست زربه ای به کمر جوان زد. جوان به دور برش نگاه کرد. آن نزدیکی رهگذری دیده نمی شود. نفس عمیقی کشید و محکم باد رودش را رها کرد. سر پسرک به عقب پرد شد. ران جوان را رها کرد و فریاد زد. کسافت ترسیدم. و شروع به گریه کرد. دو جوان چاق و چاقتر آنقدر خندیدن که اشک از چشمانشان سرازیر شد. آنکه چاق بود گفت فکر کنم تخمرغ گندیده خورده یا اون که چاقتر بود گفت اما دمت گرب انگار تیر بهش خورد. پسرک پشت سر هم داد میزد کسافت و زار میزد. جوان سبیل کمپوش فقط سر تکان میداد. پسرک به دو وارد حیات شد. جوان چاغ گفت آبروت رفت الان حتما میره به مامانش میگه جوان سبیل کمپوش گفت بیاید بریم بالا زود زود در آپارتمان طبقه اول باز بود بوی حلوا می آمد و صدای شیون و ی همزمان چند زن شنیده میشد پسرک جلوی در کنار زنی که روی صورتش رد چنگ دیده میشد و چشمایش سرخ سرخ بود ایستاده بود و گریه میکرد و پشت سر هم داد میزد کسافت سه جوان به سرعت از پله ها بالا رفتن در آپارتمان طبقه دوم باز بود و جلوی در تعداد زیادی کفش دیده میشد دور اتاق تکیه زده به پشتی های ماشینی ده یازده مرد و پسر جوان نشسته بودند. چهره دو جوان چاق و چاقتر گل انداخته بود و لب پایینشان را میگزیدند. پسر سبیل کمپوش سلامی کرد و رفت گوشه ی اتاق نشست. آن دو بیان که چیزی بگویند رفتن پیش او نشستند و سرشان را پایین انداختند. پیرمردی بلند گفت شادی روح تازه گذشته قره فاته اومل سلوات. صدای سلوات بلند شد. پسر جوان دیس خرمایی را که روی خرماهاش پود نالگیر پاشیده بودند جلوی دو جوان چاق و چاق در گرفت. صدای گرفته زنی شنیده شد که میگفت حسین آقا بیا این پسرتو ببر مردی که سبیل پرپشتاش بلند شد و از در بیرون رفت دقیقه بعد با پسرک وارد شد چشمهای پسرک سرخ بود و زور میزد برگردد مرد سبیل, سبیل پرپشت آهسته میگفت چی شده پسر چرا گریه کردی صدای گریه و شیون زنان تا طبقه دوم میرسید پیرمردی گفت حتما تفلک یاد داییش افتاده خدا رحمتش کنه سر پسرک پایین بود و حرفی نمیزد مرد او را برد و روی پای خود نشان چند دقیقه بعد پسرک آرام آرام سر بلند کرد رو به روش جوان کم سیبیل، جوان سبیل کمپوش و آن دو جوان چاق و چاقتر نشسته بودند و چشم از پسرک بر نمی داشتن. اخمای پسرک تو هم رفت و از زیر ابروها به جوان سبیل کمپشت نگاه کرد. جوان گفت آقا میستم بیا پیش همون. پسرک داد زد بر گم شو. مرد سبیل پر پشت بازوی پسرک را تکان تکان داد و گفت بیتر بیاد آدم با عموش اینطور حرف میزنه؟ پسرک فریاد زد منو ترسوند دو جوان چاق و چاقتر سرشون رو پایین انداخته بودند. دستمال کاغذی جلوی دهانشان گرفته بودند و شانه هایشان می لرزید. بالای اتاق قاب عکسی از همان جوانی که عکسش روی اعلامیه بود دیده میشد. ربانی روبانی مشکی گوشه قاب بسته شده بود. جلوی قاب دو شم سیاه می سوخت و جلوی شم دو دیس خرما و دو دیس حلوا قرار داشت. دو مرد وارد اتاق شدند. یکیشون گفت فاتح هم از سلوات. صدای سلوات بلند شد و اونها که نشسته بودند بلند شدند و باز نشستند. حالا پسرک با دهان باز به تک تک چهره ها نگاه می کرد. همانطور سر پای ایستاده بود. مرد سبیل پرپوش دستش را گرفت و کشید. پسرک با یک تکان دستش را در آورد. مرد گفت بیا بشین. پسرک در حالی که به جوان سبیل کمپوش نگاه می کرد داد زد نمی خوام. نمی خوام. جوان سبیل کم پشت بلند شد و با یک دست دیس خورما و با دست دیگر دیس حلوا را برداشت و جلوی دو تازه وارد گرفت. برداشتند و گفتند خدا رحمتش کنه. جوان سبیل کم دیس خورما را جلوی پسرک گرفت و گفت همو بردار. پسرک زربه زیر دیست زد. خورماها و پوتهای نارگیر کف و اتاق پخش. شد. مرد سبیل پر مچ مچ پسرک را چسبید. پس گردنه ای به او زد و گفت گره نمیدونم امروز چه مرگت شده مرد مسنی گفت عیب نداره بچه است پسرک زیر گریه زد حالا صدای گریه زنان بلندتر شده بود زنی جیغ میزد آقا داداش آقا داداش میخواستم عروسی تو ببینم آخه کجا رفتی؟ ای خدا سه پیر مرد که کنار هم نشسته بودند حقیقشان در آمد. دو جوان چاق و چاقتر بلند شدند. همانطور که دستمال کاغذی جلوی دهانشان بود با سر پایین انداخته به طرف در رفتند. از کنار جوان سبیل کمپوش که رد می شدند آنی که چاقتر بود سرش را جلو برد آهسته گفت مال بروش قرمز باشه. جوان سبیل کمپشت اول نگاهی با اخ به آنها کرد بعد به پسرک و خرماها را در لیس انداخت و به طرف در رفت. نزدیک مرد سبیل پرپوش که رسید گفت آقا داداش میسم و بده ببرم دم در هوایی بخوره. پسرک داد زد با تو نمیام. مرد سبیل پرپوش گفت بیا ببرش. دستشو به دست آزاد جوان داد. پسرک زور میزد دستش را درآورد. جوان او را با خود کشید. دم در که رسیدند صدای واضح زنی که جیغ میکشید و مرتب میگفت گل پرپر پر گل پرپر پر تو راه رو پیچید جوان سبیل کمپوش به پسرک گفت انگار هنوز یاد نگرفتی حرف گوش کنی باید یکی دیگه خرجت کنم